ارزیابی شما رو بشنویم از صحبت‌های این گزارش جدیدی که البته در نیویورک تایمز هست. چقدر محتمله که شخص رهبر جمهوری اسلامی سپاه پاسداران رو از انتقام‌گیری مستقیم منع کرده باشه؟ ولی داستان یک کمکی پیچیده است. فکر میکنم بیشتر این گزارش نیویورک تایمز رو باید به در واقع نوعی از رقابت‌های سیاسی در داخل آمریکا بر سر موضوع ایران دونست، در واقع یه نوع پاسخ غیر رسمی به اخباری که اخیراً در مورد آفریقای جنوبی مطرح شده. در مورد شخص آقای خامنه‌ای شما هر دو روی سکه رو دارید. یک روی سکه این هست که خبر نیویورک تایمز رو تایید می‌کنه، اینکه علی خامنه‌ای قول داده که جنگ نخواهد شد. مجموعه رفتارها و عملکردش نشون میده که به همون رفتارهای قبلیش ادامه میده، منتها جایی که احساس میکنه ممکن است به درگیری متقابل برسه کمی متوقف میشه. این یک روی سکه است. اما روی دیگر سکه که خبر نیویورک تایمز رو کمی رد میکنه، مثلا دیدار 31 تیر ماه آقای خامنه‌ای با مصطفی الکاظمی است، نخست وزیر عراق. توی اون دیدار آقای خامنه‌ای به صراحت گفت که ما هرگز قتل قاسم سلیمانی رو فراموش نخواهیم کرد و ایران حتما ضربه متقابل رو خواهد زد. این خبر همون زمان هم خیلی سر صدا کرد، مخصوصا که آقای الکاظمی قبلا رئیس سرویس در واقع اطلاعاتی عراق هم بوده و همه تفسیرشون این بودش که از ضربه متقابل یعنی که آقای خامنه‌ای حمله به عین الاسد رو ضربه متقابل نمیدونه، مسئله سیاسی رو هم نمیدونه، بمب‌گذاری های هشت و شبی و اسپانسرهای ایران رو هم ضربه متقابل نمیدونه، بنابراین دنبال یه چیزی شبیه در واقع ترور مقامات بلندپایه هست. بعید نیست با توجه به اینکه آتش زیادی رو شما در رسانه‌های سپاه و جریان سپاه می‌بینید، هر روز کاریکاتور می‌کشن که نمی‌دونم این ور میز ترامپ دستش بسته است، اون ور میز سلامی نمی‌دونم ترامپ رو داره ادب می‌کنه. با این آتش بعید نیست که آقای خامنه‌ای برای مهار کردن سپاه پاسداران و در واقع جلوگیری از وقوع جنگ، همون چیزی که وعده‌اش رو داده، در واقع حفظ جایگاه خودش، از تاکتیک‌های استفاده کرده باشه که سپاه رو مهار کنه. منتها اینی که آقای خامنه‌ای دستور داده باشه که انتقام نگیرید، اگر چنین چیزی ادعا شده باشه یا مطرح شده باشه، رو من شخصا حداقل باور نمی‌کنم. آقای مهتوی‌زاده، اون بخشی از صحبت‌های فرمانده کل سپاه پاسداران رو درباره‌اش صحبت بکنیم، درباره حمله به پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق و همینطور هدف قرار دادن عاملان اصلی ترور فرمانده سپاه قدس. ارزیابی شما چی هست از این سخنان جدیدی که از آقای سلامی میشنوید؟ چه اولا چه لحن بسیار بدی داشتیشون، هم در مورد اون خانم با لحن بسیار بد تحقیرآمیزی در مورد یک زن صحبت میکنه. سید عباس موسوی سفیر ایران تو باکو هم با همین لحن صحبت کرده بود که اگه ما بخوایم ترور کنیم یه عجوزه پیر نمیدونم یا زن مفلوک رو در سفیر مفلوک رو نمیریم بزنیم. ایران البته سابقه ترور داره، اون داستان خیلی معروفش منصور ارباب سیار و آقای شکوری هست که متهم شدن و ثابت شد در دادگاه که اونها قصد داشتن از طرف سپاه قدس یک مافیای مکزیکی رو استخدام بکنن و عادل جبیب سفیر وقت عربستان سعودی در آمریکا رو ترور بکنن. تا اونجا که به روزنامه نگاری تحقیقی مربوط میشه، در این زمینه هیچ تردیدی وجود نداره که ایران حداقل یک بار در سطوح عالی سپاه قدس تصمیم داشته که یک سفیر کشور خارجی در آمریکا رو ترور بکنه. بنابراین چنین سابقه به مورد ایران و جمهوری اسلامی وجود داره. در مورد خانم لانا مارکس یک ذره شواهدی هست که اتفاقا تایید میکنه، با اینکه آفریقای جنوبی میگه ما هنوز مدارکم کافی نیست. میدونید که خانم لانا مارکس یک طراح معروف در واقع کیف دستی زنانه است، نزدیک هست به آقای ترامپ، حدود 2 دهه با او نزدیک بوده. پدر خانم مارکس در واقع اسم اصلیش لانا بانک هست، پدرش یک یهودی خیلی معروف در یهودی تبار در لیتوانی و نزدیک بوده به دولت وقت اسرائیل. بنابراین بعید نیست که از نگاه ایران یک سفیری که نزدیک به ترامپ هست، در واقع به خاطر اصلا نزدیکیش به ترامپ به این مقام رسیده، پدرش یهودی هست و سابقه آنچنان سیاسی نداره، رو انتخاب بکنن به یک عنوان یک هدف. ضمنی که گزارش تحقیقاتی معروفی که هم از طرف پنتاگون و هم از طرف در واقع محافل نزدیک به کنگره آمریکا در سالهای گذشته منتشر شده، همیشه گفته که ایران در آفریقای جنوبی فعالیت‌های اطلاعاتیش رو افزایش داده و اساساً قاره آفریقا یکی از اهداف جدید فعالیت‌های اطلاعاتی سپاه قدس محسوب میشه. بنابراین بالقوه با توجه به اون سوابق بعید نیست که ایران دنبال چنین هدفی بگرده و خب تکذیبیه سردار سلامی را مثل اختراعش در مورد کرونا یاب شما میتونید ارزیابی بکنید. بسیار ممنون.